تو. الو صحبت کنی. الو بله. حجت الاسلام خلخالی؟ بله. شما هستین؟ بله. سلام، من حسین مهری هستم، از رادیو صدای ایران در امریکا زنگ میزنم خدمتون، یه رادیوی ایرانی. حسین کی؟ حسین مهری. مهری؟ بله بله، حسین مهری. بله. از کجا تلفن میکنی؟ از لس آنجلس امریکا، رادیوی صدای ایران. رادیوی طرفدار دموکراسی است. ما بیانیه شما رو، نامه شما رو خطاب به آقای آیت الله سید علی خامنه ای. نامه دوم رو؟ نه، نامه اول رو منتشر کردیم به تاریخ سوم فروردین. بله، اون نامه دومه. نامه اول گفتم که جوابش نداده. به چه دلیل جواب ندادند؟ خوبه که شما دستور رسیده. نامه ای که به تاریخ سوم فروردین 77 شما امضا کردید. نامه دویومه. نامه دویومه. نامه دویومه. در خود متن هست. در خود متن. این تو سخت بخونی معلوم. خب آقای خلخالی، میخواستم ببینم انگیزه انتشار این نامه چه بوده از سوی شما، حمایت از آیت الله منتظری؟ ما آیت الله منتظری را یک مرد شایسته و مخلص میدونیم و نسبت به انقلاب خدمات ارزنده ای رو انجام داده است. روی جد وظیفه‌مون این بوده که حمایت از ایشون بکنیم، تا اونجایی که میتوانیم حمایت میکنیم. جناب خلخالی، شما با حمایت از ایشان در واقع خودتون رو در مقابل آیت الله خامنه ای قرار ندادین؟ نه، ما تازه دادخواهی کردیم از آیت الله خامنه ای ما را ارائه بده برای استخلاصیشون. آقای خلخالی، آیت الله خامنه ای شما رو از کار برکنار کردن، یعنی دور از قدرت نگه داشتن، یا خودتون کنار رفتید؟ خودم مریض بودم، حالا خوش نبود خودم کردم. آقای خامنه ای به ما لطف داره. شما با آقای خاتمی هم در ارتباط هستین؟ کاملا. شما ایشون رو تایید میکنین؟ آقای ریاست جمهور رو؟ بله بله. نه از هر جهت، بلکه در قدیم 95 ما قبول است. شما به کی رأی دادین به عنوان رئیس جمهور؟ آقای خاتمی. پس به ناطق نوری رأی ندادید؟ نه. آقای خلخالی، شما گفتین که مریض هستید، مریضیتون چیه؟ لطفاً بفرمایید. اصالت قلبی بود، انسداد رگ ها، رگ آهور، رگ میترار، دریچه میترار. با موفقیت هم انجام شد. الان سال چهارمه. من هیچ آرزه که اصالت اینا ندارم. البته نباید کارهای سنگین انجام بدم. آقای خلخالی، شما میدونید که آقای صادق سبا مطالبی که من میگم ضبط میکنه؟ بله بله بله. شما فرمودین که به ایشون فرمودید که بیماری سرطان داری؟ نه؟ نه من چنین چیزی نیست. ایشون از شما به عنوان جلاد پرنده یاد کردن. چی؟ آقای صادق سبا. شاعر همیشه از این چیزها داره. ایشون مگر شاعرن؟ ایشون خبرنگار بی بی سی هستن. شاعر یعنی دنبال اراضی، دنبال بلند پروازی ها. ایشون گفتن که تمام احکامی که شما صادر کردین به دستور حضرت امام بوده. گفتن که شما غیر از فرمان امام کاری نکردین و هر آدمی رو که کشتین به فرمان حضرت امام بوده، درسته؟ آقای خلخالی، چطور شد که آیت الله خمینی در سر محاکم محکمه ها ما رو گذاشته؟ پس بنابراین امام قبول داره حرکت ما رو. در اون حکمی هم که امام به من داده مرحوم فرموده که بعد از تکمیل مقدمات محاکمه حکم شرعی صادر فرمایید. حکم شرعی رو فقط غیر از مشتهد مسلم نمیتونه کسی بگوید. شما مشتهد هستین؟ و
بله بله، دیگران هم قبول دارن، امام قبول دارن. سوالی که پیش میاد این است که صدور احکام اعدام یا احکام به هر حال حقوقی و جزایی نیاز به اطلاعات حقوقی داره. شما بر اساس اطلاعات حقوقی فرمان قتل میدادید یا بر اساس اطلاعات شرعی؟ هم اطلاعات شرعی، هم اطلاعات قانونی، هم اطلاعات خارجی. ما از این کسایی که اعدام کردیم داشتیم و داریم. چند نفر رو اعدام کردید آقای خلخالی؟ خیلی هاشون از دست ما در رفتن. کیا مثلا؟ خب دیگه شما دیگه بهتر بودن. آقای شریف امامی مثلا. آقای شریف امامی فرار کردن؟ بود مملکت رو خوردن بله. آقای شاپور غلام رضا مثلا، آقای اردشیر زاهدی، اینا در نظر محکمه ما محکوم به اعدام بودن و در رفتن. آقای ترتیب محرری. شاپور بختیار چی؟ شاپور بختیار نه. مفصل فلعز نبود؟ نه نه نه، بقیه ما نبود. ولی مثل این که بعد از اولین سوء قصدی که به او شد، شما در تهران گفته بودید که به دستور شما یه دی رفتن بکشنش. نه دوری نبود. باید هر بار واقعیت بدرد. آقای خلخالی بفرمایید که در مجموع چند تا حکم قتل صادر کردید؟ والا دیگه خودم میفهمم. خیلی بودن. یعنی 100 هزار نفر بودن؟ نه 100 هزار. چند نفر بودن؟ شما معلوم که شارج یا نصف شب اونجا ها؟ بله اینجا ساعت 12:20. یعنی تری کیفی؟ من منظورم این است که از شما بپرسم که وقتی شما احکام اعدام رو صادر میکردین خودتونم هنگام اجرای حکم اونجا میستادین؟ آره آره. آقای آذری میگو یکی از محسنات شما همین. آقای آذری قومی. آقای حضرت آیت الله آذری قومی. آره میگفت که حسن شما اینه که کسی را که محکوم به اعدام میکنی وای میستی حکم اعدام اجرا میشه بعد میری میخوابی. یعنی در واقع شما یک لذت میبردین از این کار؟ نه من از خیلی هم ناراحت هستم. شما از اجرای وظیفه چرا ناراحت می شدین؟ از حجت الاسلام اینا چقدر بی‌حیثیت بودن که افتادن بدون مردم و مال مردم و بی‌حیثیت بودن. نباید اینجوری باشه. این افرادی که در رفتن نباید اینجوری باشه که آدم مایه تأسفش بشه. یه نفر از اینا رو من دلم میخواد که بلند که بگوید که حق با شاه بوده من پیدا نکردم. شما اگر شاهزاده رضا پهلوی در ایران بود و ایشان به دست شما میافتاد چه حکمی درباره اش صادر میکردی؟ دیوارتی نه یعنی چند دفعه حوض کرده بیاد ایران خونده اینا رو نابود. بله بخواستن بیاد ایران؟ بیاد ایران با مادرش هم اختلاف داره. پس سر چی؟ با مادرش که این شاپور رضا به اصطلاح شاه دویون با مادرش اختلاف داره. شما در این زمینه ها سند و مدرکی دارید یا مثل اعدام ها همینجور سردستی میگید؟ بله سند و مدرک داره دیگه. حالا که دستمون نیستن. حالا شما با اونجا نزدیکی یه کار کن که بیان ایران اینا. خب بیان ایران که شما که دیگه حاکم شهر نیستید. چه کار داری حالا تو؟ ما آخون می بلدیم چهار بود. یعنی چی بلدیم؟ بلاخره حالا که فعلا جریانی پیش نیمده انشالله جریان اگر بیاد معلوم. آقای خلخالی اگر اوضاع برگرده شما فکر میکنین سرنوشتتون چه خواهد بود؟ اوضاع برگرده سرنوشتمون اعدام. یعنی در اون صورت هم دوست دارین اعدام بشین؟ بله؟ نه دوست ندارین اعدام چیزی خوبی نیست. ولی خب بالاخره جزاست دیگه. جزای کارها رو کنیم. خب اگه یک کسی پیدا شد و حکم اعدام برای شما صادر کرد بابت اون قتلهایی که انجام دادید اون وقت در پاسخ او چه خواهید گفت؟ آیا اعتراض خواهید کرد؟ یا حق خودتون میدونید؟ آنش مجانی. آقای خلخالی شما جوابای جدی نمیدین ها؟ نمیدی. سیدی کار از این نمیشه. تو مفت گیر آوردی. ما رو مفت گیر آوردی. داری کرکری هم میخونی. نه اختیار داری.
آقای خلخالی بفرمایید که اولین گروهی که شما دستور یعنی حکم قتلشون رو صادر کردین کیا بودن؟ آقای خلخالی این به این آخری هم جواب بدین. میگم اولین گروهی که حکم اعدامشون صادر کردین کیا بودن؟ آقای خلخالی گوشی رو لطفاً دم دهنتون بگیرید. چهار نفر بودن. کیا بودن؟ یکی آقای چیز بود، آقای ربیعی، رحیمی، خسروداد، نصیری، نادی. صحیح. در مورد رحیمی آیا این درسته که رحیمی محکم تو گوش آقای یزدی زد و یزدی دستو رو برید؟ اصلا اینا که بیمیم اینا پهلوان پروریه، این اصلا قدرت این که بتونه پاشت بره دستویی هم ندارد، خودشو بکنی باخته بود. کی خودشو باخته بود؟ همین رحیمی. پس چرا آیت الله خمینی از او ستایش کرد؟ ستایش از کی کرد؟ از تیمسار رحیمی. نه عبدا. چرا صدایشون هست؟ همچه چیزی برای لس آنجلسی ها به درد میخوره، با ارادیب دلشونو خوش میکنن. شما سعی کنید که با منطق صحبت کنید آقای خلخالی. ما داریم با منطق صحبت میکنیم. آخه کلمه اراجیف خب یه خورده ناجوره. نه ناجورم نیست. گفتم بسه دیگه. خیلی خب کی دوباره بهتون زنگ بزنم؟ هر وقت دلت خواه. خیلی خب پس بعدن بهتون زنگ میزنم. ممنونم از شما. توقع نداشته باش من گوشی رو بردارم. خب شما من فکر میکنم که بهتره که با من صحبت بکنید، چون بهترین موقعیت پیش آمده که خاطراتتون رو بگی. بله بله من جرأت نمی کنم. اگر شما نه جرأت پیدا کن. خبری نیست. خبری نیست. نه اعدام که دیگه این همه ترسیز نداره. اعدام اصلا ترس نداره. بله چیزی نیست اصلا. ممنونم از شما.